الحمد الحمد لله لله الذي الذي هدانا هدانا لهذا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز دارم. امیدوارم که خداوند متعال به حق سرور و سالار شهیدان و آباء گرامش توفیق زیارت با معرفت به همه ما عنایت بفرماید و عاقبت امر ما را ختم به خیر بگرداند. زیارت آقا امام حسین در روز عرفه. خدمت عزیزان، این زیارت رو بنده قرار انشالله شرح مختصری بدم و انشالله واژه هایی که دارای اهمیت انشالله شرح خدمت عزیزان خواهم داد. فرازهایی از زیارت رو شرح مفصلی انشاءالله خواهم داد. اما کیفیت زیارت آقا امام حسین در روز عرفه، آنطور که از روایات به ما رسیده و علما و رؤسای مذهب آن را بیان کردند، گویند وقتی که خواستی آن حضرت را در این روز، روز عرفه زیارت کنی، پس اگر ممکن شد برو و با آب فرات، در فرات برو و با آب فرات غسل کن. اگر نه، نتونستی با آب فرات غسل کنی، هر آبی که داشتی با آن آب غسل کن و پاکترین، تمیزترین، بهترین جامه هایت را برتن کن. معطر لباس‌های تمیز و پاک و پاکیزه ات را بپوش و قصد زیارت آقا امام حسین علیه السلام کن، در حالی که با آرامی و وقار و تأنی باش به سوی زیارت آقا امام حسین علیه السلام بیا. پس چون به در حائر حسینی علیه السلام رسیدی، اینجا در مقابل، چون اولا زیارت امام حسین علیه السلام جزء با فضیلت ترین عبادت ها شمرده شد، عبادت است، یک نوع بندگی خداوند متعال، لذا این عظمت را که دیدی خواستی زیارت امام حسین علیه السلام رو شروع کنی، چگونه است که ما عبادتمون رو، نمازمون رو با الله اکبر،
با نام خداوند متعال شروع میکنیم، بگو الله اکبر و زیارتت را با نام خداوند متعال شروع کن. و یا اینکه این الله اکبر به خاطر اینکه این مقابل قبری قرار گرفت. چگونه است که ما آیت عظیمی از خدا که میبینیم، آیت بزرگی از خدا که میبینیم، به عظمت خدا پی میبریم و الله اکبر میگیم، الان در مقابل یکی از بزرگترین آیات الهی ایستاده ام. لذا عظمت این آیه و نشانه خدا و آنم سرور و سالار شهیدان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو که میبینم الله اکبر میگویم. پس بگو خدا بزرگ است و دوباره بگو الله اکبر و کبیرن و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرتن و اصیلا. خدا بزرگتر از هر حد و وصف و ستایش است و ستایش بسیار مخصوص خداست و آن ذات یکتا را صبح و شام تنزیه و تسبیح میگوییم. والحمد لله الذی هدانا لهذا. اینجا ستایش کن خداوند متعال که به من توفیق داد، مرا هدایت کرد. اگر هدایت خداوند متعال نبود من هدایت نمی شدم. روزی 5 وعده نماز می خونیم، 10 بار در این نماز می گوییم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوند متعال از خدا می‌خواهیم که ما را به صراط مستقیمش هدایت کند. اینجام دارم از خدا ستایش می‌کنم، می‌گویم ستایش خاص خدایی است که ما را به این راه راهنمایی فرمود. والحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. و ما این چنین نبودیم که بتونیم خودمون هدایت بشویم اگر خدا ما را راه نمایی ما نمی کرد. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اینجا شهادت می دهم که هر آنچه رسول که خداوند متعال فرستاد 124,000 پیامبر تمام اینها برحق بودند. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. اینا پیشوایانی بودند که مردم را به سوی خداوند متعال هدایت می‌کردند. به راستی رسولان پروردگار به ما به حق آمدند. بعد شروع کن السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله. سلام بر رسول خدا که درود خدا بر او و آلش با. اینجا اول نکته ای، سلام من دارم میدم به پیغمبر، به پیغمبر اسلام. اینجا معلوم میشه که پیغمبر در کنار قبر حسین ابن علی حاضر هستم که من دارم سلام میدم به خاطر عظمت پیغمبر، چون پیغمبر اسلام خیر البشر هستند. پیغمبر اسلام اشرف الخلق هستند، اشرف مخلوقین خدا هستند. اول سلام به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میدم. سلام بر رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد. سلام چیه؟ سلام دعاست و تحیت. هر آیینی، هر دینی آدابی داره. قبل از این که ابتدا به سخن کنه
آدابی دارند، خوش آمدگویی دارند، تحیتی دارند. دین مقدس اسلام تأکید به افشاء سلام کرده و مدح و تمجید کرده آن که ابتدا به سلام کنه و او را وعده ثواب زیاد داده و جواب سلام رو واجب کفایی قرار داده. یعنی اگر من به کسی گفتم سلام علیکم، مستحبه که من سلام کنم و 99 تا ثواب گیر من میاد، ولی بر کسی که جواب سلام میده این واجبه جواب سلام رو بده و یک ثوابم در پرونده اعمال او نوشته میشه. پس سلام کردن مستحبه اما جوابش واجبه، واجبه کفاییه. اما بیاییم ببینیم روایاتی که در مورد سلام از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده. مرحوم کلینی در کافی جلد دوم صفحه 644، باب التسلیم، باب سلام کردن، در اولین روایتش داره علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السلام تطوع و رد فریضه. امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سلام کردن مستحب است و رد یعنی جواب آن واجب است. باز با همون اسناد در حدیث دوم می فرماید پیغمبر اسلام فرمودند من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو و قال ابدعوا بالسلام قبل الكلام فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. رسول خدا فرمودند هر که پیش از سلام کردن آغاز به سخن کند پاسخش را نگویی. و فرمود پیش از سخن گفتن سلام کردن، پیش از سخن گفتن به سلام کردن آغاز گفتار نکنید و هر که پیش از سلام کردن آغاز سخن کرد پاسخش را ندهید. این یک روایت. روایت هفتم که مرحوم کلینی اون رو ذکر کرده، عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابي عبد الله قال اذا سلم احدكم فليجهر بسلامه. امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه یکی از شماها سلام کند باید بلند سلام کند تا شنونده بشنود و جواب او رو بدهد. لا يقول سلمت فلم يردوا علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم. و نگوید من سلام کردم و جواب مرا ندادند زیرا شاید سلام کرده و آنها نشنیدند. فاذا رد احدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم سلمت فلم يرد علي. چون یکی از شماها جواب سلام گوید باید بلند جواب دهد و مسلمانی نگوید که من سلام کردم و به من جواب نداد. قال ثم قال كان علي يقول لا تغضبوا ولا تغضبوا افشوا السلام واطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام تدخلوا الجنه بسلام. سپس امام صادق فرمودند امیر المؤمنین علی علیه السلام همیشه می فرمود خشم نکنید و کسی را هم به خشم نیاورید، سلام را آشکار بگویید و گفتارتان را خوش کنید، در شب نماز بخوانید، آنگاهی که مردم در خوابند
مقصود نماز شبه، تا به سلامتی به بهشت روید. خب این فراز اولی که در زیارت آقا امام حسین علیه السلام آمده. بعد شروع میکنیم السلام علی امیر المؤمنین، سلام بر امیر مؤمنان. اینجا نکته ای که هست، این لقب و اسمی که بر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه ماست، امیر المؤمنین، باید گفت فقط حیدر امیر المؤمنین است. علی ابن ابی طالب که مخصوص به این لقب گردیده و در بعضی از اخبار آمده این اسمی است که خدای علی اعلا آن امام همام را به آن نام گذاری کرده و هیچ کس را قبل و بعد از آن پیشوا به این اسم نام گذاری نکرده و این لقب از خصائص آن حضرت. در کافی جلد 1 صفحه 292 مرحوم کلینی به سلسله اسنادش عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سمعته یقول لما نزلت ولایت علی ابن ابی طالب، وقتی که در روز قدیر ولایت امیر المؤمنین بر مردم نازل شد، و کان من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا بود که پیغمبر اسلام به مردم فرمودند سلموا علی علی به امرت المؤمنین، آنجا فرمودند به مردم که هر وقت خواستید سلام بدهید به امیر المؤمنین بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. این یک روایت. روایت دیگر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما، وقتی که به آسمان ها رفتم، به معراج رفتم، کنت من ربی که قاب قوسین او ادنا، آنقدر نزدیک به پروردگارم شدم به اندازه یک کمان یا دو کمان، فاوحا الی ربی ما اوحا، پروردگارم به من فرمایشاتی فرمود، وحی‌هایی بر من فرستاد، ثم قال یا محمد اقرا ان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، سپس پروردگارم به من فرمود ای محمد بگو که علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان است، فما سمیت بهذا الاسم احدا، خداوند داره به پیغمبر در معراج میگوید که من این اسم را برای هیچ کس نگذاشتم، قبله قبل از امیر المؤمنین، ولا اسمی بهذا احدا بعده، و بعد از علی ابن ابی طالبم کسی را به این اسم نامگذاری نخواهم کرد. پس این اسم خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.